پیشنهاد قرارداد چند میلیون دلاری به گوگوش ها ما رو شوکه کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آقای جدید از بانو گوگوش، این اسطوره و شاهماهی موسیقی کشورمون که باز هم جنجال آفرین شده. گوگوش که این روزها در حال اجرای تور خداحافظیش به سر می برد، در نهایت در سکوت خبری کاملا غیبش زد و غیبت طولانی گوگوش بسیاری از طرفداران او را نگران کرد. چندی قبل تر آقای قربانی به عنوان همسر اول و سابق خانم گوگوش در قسمتی از افشاگری هاشون بر علیه همسر فعلی خانم گوگوش رها اعتمادی این چنین گفتند: متاسفانه حقایقی در زندگی خانم گوگوش وجود داره که مردم ازش بیخبرند و رها اعتمادی و باند مخوف او تمام سعی و تلاششون رو میکنند که این اخبار رو از فضای مجازی و طرفداران خانم گوگوش دور نگه دارند و سعی می کنند گوگوش رو و حواشی زندگی گوگوش رو از چشم مردم پنهان بکنند. آقای قربانی گفت واقعیت ماجرا این هستش که خانم گوگوش توسط رها اعتمادی به قتل می رسه و رها اعتمادی آروم آروم داره خانم گوگوش رو به صورت مرگ تدریجی به کام مرگ میبره و در نهایت بعد از اینکه گوگوش رو به قتل رسوند اعلام میکنه و میگه که گوگوش بر اثر بیماری فوت کرد و این خواسته قلبی گوگوش بود که خبر بیماری و وخامت حالش رو از مردم دور نگه داره تا مردم دچار استرس و نگرانی برای گوگوش عزیز نشن و این وصیت او بوده که طرفدارانش پیگیر نوع بیماریش و نحوه مرگش نشن. آقای قربانی گفت اینها همش سناریوهایی هستش که رها اعتمادی پیش از مرگ گوگوش طراحی کرده برای به قدر رسوندن گوگوش و بعدها هیچ پاسخی هم به طرفداران گوگوش نده و کار خودش رو راحت بکنه و بگه گوگوش بیمار بود و مدت ها سعی داشت بیماریش رو از شما طرفدارانش قایم بکنه و لطفاً دخالت نکنید اگر بهش علاقه مند هستید و به خواستش احترام بذارید و کار رو اینطوری جمع بکنه و هدف او بالا کشیدن اموال گوگوش است. اما با این حواشی که آقای قربانی در فضای مجازی در مورد به قتل رسوندن خانم گوگوش به وجود آوردند، خانم گوگوش که یک باره غیبش زده بود بعد از مدت ها در نهایت خبری از ایشون منتشر شد که همه طرفداران ایشون رو شوکه کرد. این خبر شاید برای بسیاری از طرفداران گوگوش خوشایند باشه و شاید بسیاری از رقبای او را ناراحت بکنه. تصویری از خانم گوگوش در مجلات مود و فشن منتشر شد که این مجلات یکی از معتبرترین مجلات مود و فشن در دنیا محسوب میشه. فتوشات های جدیدی از خانم گوگوش که زیبایی او رو در سن 74 سالگی چنان به تصویر کشیده بود که شما گویا یک گوگوش جوان رو میبینید. گوگوش در اوج صلابت و زیبایی در سن 74 سالگی در مجلات مهم مد و فشن به خوبی درخشید و تصاویری از گوگوش در این مجلات نظر بسیاری از کمپانی ها را جلب خودش کرد. این تیر خلاصی از جانب رها اعتمادی به قلب بسیاری از کمپانی های مد و فشن بود که پیشنهاد قرارداد چند میلیون دلاری به گوگوش بدن که در واقع همه این مبالغ به نام گوگوش بود اما به کام رها اعتمادی بود. و جالبه بدونید که رها اعتمادی و خانم گوگوش موفقیتشون رو و قراردادهای چند میلیون دلاریشون رو مدیون خانم مایا قربانی یعنی
مدیون نوه خانم گوگوش هستند. مایا یکی از جوانترین مدل های حوزه مد و فشن هستش که به خوبی این روزها خوش درخشیده و همچنین تونسته بسیاری از رقبای برجسته حوزه مد و فشن رو در واقع مجذوب خودش بکنه و اونها به رقابت با مایا میپردازن در حال حاضر. ولی مایا آنچنان تونست موفق عمل بکنه که وقتی مادر بزرگش رو به عنوان یک مدل هنرمند ایرانی به کمپانی‌های مشهور دنیا معرفی کرد، ای برو برگرد این کمپانی‌ها پیشنهاد نوه خانم گوگوش رو قبول کردند و قرارداد چند میلیون دلاری با خانم گوگوش رو امضا کردند. و جالبه بدونید که خانم گوگوش یک دلار هم بابت این قرارداد داشت، به نوش مبلغی رو پرداخت نکرد و همه مبالغ رو دو دستی تقدیم رهاجونش کرده که قرار رهاجونش هم به عنوان بودجه شبکه خبرگزاری حزب تودش از این سرمایه های چند میلیون دلاری گوگوش استفاده بکنه و در نهایت با همین پول های گوگوش، گوگوش رو به کام مرگ ببره و در خفا ذره ذره بکشه. و شاید جالب باشه بدونید که خانم گوگوش این روزها مدام در حال رفت آمد به مراکز درمانی هستن. گوگوشی که در زمان آکادمی گوگوش در ابتدای رابطه با رها اعتمادی آنچنان جوان و شاد و قبراق بود و خودش بارها اعلام کرده بود و گفته بود خدا رو شکر من سال هاست که به مرکز درمانی نرفتم و حالم خیلی خوبه، اصلا هیچ بیماری ندارم، اما بی یک باره در سالهای اخیر شاهد افت بسیار شدید چهره خانم گوگوش شدیم و افسردگی و شاید منزوی بودن گوگوش رو در پشت صحنه بسیاری از افراد دیدند و گوگوش رو به عنوان یک هنرمند افسرده جدیدن ازش یاد کردند و همه اینها بلاهایی هستش که شخص رها اعتمادی سر او آورد. آقای قربانی در افشاگری های جدیدش مطالب بسیار هیجان انگیزی رو اعلام کرد و افشا کرده که ما سعی میکنیم در ویدیوی جدیدمون برای شما عزیزان این اخبار و حواشی گوگوش رو افشا بکنیم و برای اینکه زودتر از این اخبار با خبر باشید در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوسی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.